بله دوباره برگشتیم و فعلا هم در بخش صحت شما خبر داریم امروز هم خوشبختانه دکتر سید محمود ساحل با خود داریم و موضوع که انتخاب کردن به اولادی هست سلام صبح شما بخیر خیلی خوش آمدید سلامت باشین صبح شما بخیر باشه از صبح بخیر باشه شما زده سلامت باشین بین راجی به به اولادی معلومات بدین به اولادی یعنی چی و کدام عوامل باعث به اولادی میشه اول خود ما یک تقسیم بندی بکنیم که در خانم ها ده داره و مرتا ها بحث یک مو... موضوعی که خود بیولودی باعث مردها میشه علتش عواملش بیشتر است ولی نسبت به خانم ها که مشکلات مثلا جنتیکی می داشته باشند یا مشکلات دیگی که دامنگیرشان است حیلت عوامل ناشی از خوراک و دوا و اینا هست با نوشه که فوکس بکنیم کن بسنیم بله و آیا عوامل بیولودی در مردها بیشتر هست یا هم در خانم ها؟ اگر در مردها بیشتر هست دلیلش هست و در خانم ها اگر بیشتر هست دلیل از اونو چه هست؟ میتونیم ما گفته که در پینجا پینجا هست چون در کشور در اگر افغانستان هم در نظر بگیریم پینجای در پینجا بگیریم بهتر میه چون که در خود افغانستان هم مردهایی هست که مشکلات جنسی هم دارن و در دا پولیز و مشکلات جنیتیکی هم دارن و یا وراستی دارن در خانم ها معمولا در افغانستان مشکلات زیادی که برشان پیدا میشه ای که خود رحم مشکلات زیاد را از تاثیرات حفظ بهداشت درست که در افغانستان نیست از ها زیادتر از اینا مشکلات پیدا میکنند بله و آیا سن سال هم رب داره با بیولادی آخری؟ سن سال خواه یک رکن اساسی بیولادی است که در خصوصا در دختر خانم ها نسبت به مردها که زنها بیشتر از مشکل رنج میبرند آتکسینیشان بلندتر میره ارمان های وجودشان تغییرات پیدا میکنه خود تخمه هایی که دوجودشان وجودشان هست اونا به پختگی میرسه و دیگر مثلا از یک بود تخمه ای نمیمانه که دیگر مثلا القاش شوابه باید سیزی که اونا عمل بگیرن یا طفل پیدا بکنن و این شکل در هم ما مثلا تا سنین بلندتر هم میتونیم داشته که خود اسپرم های مرد در دا دارت چیزی شوه کمی بیایه و یا ابنرمالتی داشته باشه که باید سازی شه که خود مرد مشکلات در قسمت بیورودی پیدا بکنه من چرا آشان دومن گیرشان بله با استفاده ادویه هم رول داره در بیورودی؟ استفاده ادویه خب اگر ما مثلا را بخش بندی کنیم دو بخش میشه, دو بخش میشه. هست که دواهایی است که به خاطر از شما میگیرین که به طرف بهبودی از این که شما خواهی تان نمیشه شما را ساق میتن که تشکیل خانواده بتین و که دواهایی است که احورز جانبی ازی مثلا بالای شما میمانه مثلا یک انتیبیوتیک بسیار قوی میگیرین یا ی دوای دیگه بسیار قوی می گیرین یا مثلا دوا هایی میگیرین که شما را از لحاظ جنسی ضعیف می سازه د انی صورت مشکلات بیشتر به بار میره و خصوصا مخدرایی که در افغانستان استفاده میشه اینا زیادتر رول اساسی را در قسمت ازی داره که شما در پسانتر تشکیل خانواده دادن نتانین بله و یعنی ادبی هم بیشتر در این رول داره و بعضا هستند در افغانستان سیگرت میزنن <applause> ماده مخدر استفاده <applause> میکنن این هم بودیم که رول داره در <applause> این رول مستقیم داره رول مستقیم داره وقتی چون شما مهم نیست که حالا سیگرت هست نسوار هست چرس استریو که هر چی که هست واکه که د خون شما داخل میشه مستقیما خود پروسیس اسپرماټوجنیس میګیمه پروسیس ک خود اسپرما مرد تکمیل او تشکل میگیره همی پروسه را د چا ر اختلاط میکنه و پروسیس اسپرماټوجنیس در اختلاط وارت میکنه و خود اسپرما به شکل اب نورمال از وجود خارج میشن و می است که شما مشکلات چیزا پیدا میکنید خانم بله و به اولادی راه می داره میفته مشکل ژنتیکی یا هرسی است یا خیر خود بسیاری از عوامل خصوصا در جایی که زندگی میکنه خود فرد و از مقریه و خشلاقه که هست اینا کلش تاثیرات داره به و جنتیک از اونا خوراکه که میکنند و در محیط زیستی که زندگی میکنند، زیست دارن و در دا پولی ازو مثلا وراستی انتقال میکنن وقتی وراستی انتقال بکنن بازی یک مشکلات که مشکلات برشان بار میرن طبیعی است که میتونه ایرسی و هم باشه بله و با همه عامل هم باعث شده که کشورهایی که بیشتر گرمتر باشه اونا جنس هم بیشتر میشه مهم. و یعنی آب هوا هم نقش خدا داره دیگر سر آب هوا هر قدر که شما خود وجودتان متعدل نگاه بکنین به همون اندازه شما کمتر مشکلات اقامت پیدا میکنه نه هم نزد ناخانوم ها و هم نزد مردا اگر هر قدر که هوا گرم شده بره خود پروسی که سپرم ساخته میشه در تستیکل اینی پروسه دوچار اختلاط میشه و اگر سرد هم شوه باز هم یک اختلاط وارد میکنه یعنی حالت نارمل باشه؟ نارمل باشه اگر مثلا شما دا یک تا حد مثلا 38 39 نهایت زیاد از 40 درجه گرما را شما میتونید در وجودتان تحمل کنید مشکل پیدا نمیکنین و این شکل شما اگر در سردی مین به طرف سردی تا 26 27 سانتیگراد میتونین در بین از اگر می باشین و زیاد شما مشکلات پیدا نمیکنین ولی اگر از پایین تر میشه یا بیشتر میشه از دید ما داخل افغانستان مشکلات باز بیشتر پیدا میشه بله و خصاها هم نقش داره در او بی اولادی و آیا غذاهایی که بعض مردها میخورن یا خانم میخورن بین از اینا هم تفاوت ها وجود داره کدام غذاها به مردها خوب است کدام غذاها به خانمها بله سکه یک پدیده اسلامی که خصوصا در قسمت طب سنتی که ما برش میمیم چون ما همیشه از طب سنتی هم یاد میکنم بعض غذاهای حلال ما داریم که بعض غذاها حرام هستند اینا مثلا اگر از دید سایکولوژی شما یک غذا را من حیث حلال گفته استفاده میکنین و میگیرین طبیعی است که سایکولوژی تان مشکلات ناشی از لحاظ ذهن به نتیجه شی میشه که شما به اقامت یا دخانیت نولات نشه و غذاهای را استفاده کنین که دو غذاها پروتین و منرال و ویتامین و همه چیز موجود باشه خصوصا ویتامین و زنک و آیرن اینا بیشتر داشته باشه رول اساسی را بازی میکنه و پروسه اسپرماتوجنز یا ساختن خود اسپرم بیشتر میسازه ولی در خانم ها هم این شکلات که ما ببینیم اونا مگر از غذاهایی که خود آیرون زیاد داره یا آهن زیاد داره یا مثلا تولید خون در وجودشان بیشتر می به با همون از خونشان غنی می کمتر دو چار ازی که خانهشان شان چیز شود مشکلات پیدا نکنه بله و اگر مشکلات کمخونی در زنها نسبت به مردها خیلی ها بیشتر, بیشتر است. از که کدام غذاها مشخص شود. مرد ها استفاده بکنند کدام غذاها را خانم ها استفاده بکنند چون شما منرال ها یا ویتامین را که گفتین هست در اکثر غذاها. اگر مختص باشه که اونا بفهمند که کدام ها هستند خیلی خوب میشه. خصوصا سکن شما وقت به مرد ها روغن ماهی است، جنسنگ است، مثلا ده 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 چیز به شکل اگر که کپسول اینو استفاده کنند و اگر میند غذای حقیقی میخوین ریالیستیک میخواین استفاده کنن به مردها ماهی بهترین غذا هسته در پولی گوشت لاف که برش میگن از اینا استفاده بکنن دگه در ترکاری کسی که گوشت خوردن نمیتونه یا مثلا لنف گرفتن نمیتونه میتونه پالک بگیره پالک بهترین منبع به صحبت تقیی کننده جنسی بر مردها گفته میتونه اینی هست و در پولی خود غذاهای دیگی که به شکل چیز هستند سرخی بیشتر دارن. یا مثلا رنگ سبزی بیشتر دارن این غذاها میتونه که از لحاظ سایکولوژی ما را مشان بسازه و از لحاظ از اینکه خود سطح جنسی شان بلندتر ببره این است و در خود میوجات تربوز خود کیله مثلا انار ده پولیز و غذاهای میوه های دیگه که کمک ترشی و شیرنی داره مثلا ما انگور از انگور اگر میخوریم یکان تا 18 ترشک میباشه ولی بسیاری شیرین هم, هم هست اینا اگر مثلا به این غذا میوه و استفاده شوه در قسمت از اینکه شما چیز بکنین از لحاظ جنسی بتونین خود تقویه کنین که با سازی شوه که اسپرماتوجنز پروسیشن به درستی پیش بره خود میوجات بهتر است ده خود خانم ها خانم ها اولی که یک پریز درست داشته باشند که خود از لحاظ حفظ و بهداشتشان صحی باشه غذاهایی را که استفاده بکنن بهترین غذا برشان به خود خانم ها در جریان بارداری البته یک خواهیم س... چیز مرچ بگیرند بیشتر مثلا بله هم گرم است و از طرف شب بادام تر کنند هم چند دانه مرچ و صبحی پوستش کنند استفاده کنند آب کشمش بگیرن و در غذاهای عام که هست هر قدر غذایی که خاصیتش مجاز غذا گرم باشه اما قدر بر خانم بهترتر و خوبتر است که استفاده بکنه و به راجعه به تداوی از این صحبت بکنیم کسایی که بی اولاد هستن مدت تداوی از اینو فردی هست یا در کل میتونیم یک حد اوسط بر از نتاین بکنیم که در شقر وقت میشه اونا تداوی شوند کسایی که مش خود مردها از یک هفته گرفته تا خانه شش ماه تداویشان است تا شش ماه در جریان این شش ماه پس دوباره دو یک مرد میتونه که مشکل جنسی و مشکلات اسپرم و و در پولیز و دیگه مشکلات از لحاظ ازی که باعث میشه که اینا خانهشان تفل نشه اولاد نکنند از یک هفته الی ش ماه در است دستن و در قسمت خانم ها از 6 ماه چهار ماه گرفته الی دو سال طول میکشه تا اینا پاس دات نورمال خود هم رحم اندومیتریوم شون دات نورمال پاس بیا هورمون اشان دات نورمال بیا و د پلیزو مشکلات اگر که اھیانا کوم مشکل سایکولوژیک میداشته باشن اینا رات چهز کنه بهتري میشه که اینا مشخصن اگر مشکل چیز دارند بیا رودی دارند دی نه بشرمند، من نه پیش دکتر که میرن واضی بر دکتر بگویند خصوصا دکترهایی که در بخش اندوکرینولوژی فعالیت دارند اینا بسیار موثر واقع میشن نسبت به دیگه دکتر صاحب که دکتر اندوکرینولوژی زیر تداوی بگیریشان و هورمونایشان بالانس بسازه و در پلی از خود دکتر نسایی ولادی ما مثلا یکی ما قابله داریم یکی دپلومه داریم و یکی دکتر داریم یک دانه دکتر نسای ولادی دوازده سال مکتب میخوانه بله بعدش می هفت سال پنتونه میخوانه بعدش می سه سال چهار سال نهایتش پنج سال دور تخصصی خود تکمیل میکنه بعد از او باز ما اونورا میبینیم که دکتر نسای ولادی هست و متخصص است ولی کسای دیگه که به نام مقابله به نام مثلا یکی و احمد و محمود زیر تدوی از اینا نباید برند مشخصند پیش دکتر برند که تخصصی کار میکنه و معلومات هم بکنه بخشش مربوط به امو دکتر شما بله بله راجع به ورزش ها هم صحبت بکنیم ورزش <applause> هم آیا نقش داره در تداوی بی اولادی خیلی؟ بر مردا خود صد فیصد که هر که در تحرک مرد از لحاظ فیزیکلی بیشتر باشه هم مقامت وجودشان بلند میبره هم یک عضلات قوی می داشته باشند و در پولیز خود مقامت وجود که بلند بره جذب غذا خوب میشه وقتی جذب غذا خوب شد شما یک سرکل خود خونه در وجود تا نرمال می داشته باشین و همین باعث میشه که اگر کدام دل اختلاط در قسمت خود تستیکل باشه. بس. باشه این را برطرف بسازه بله سنده و سلامت باشین دکتر سیفکام این راجعه به موضوع خیلی عالی و مهمه که هست اکثر از هموطان ما زمین از ما اشاره کردین مشکل دارن اما میشرمند. شرمند مشکل خود درست و حتی به دکترهای متخصص یا دکترهایی که مربوط مربوطشان میشه گفتن نمیتونن چون جامعه ما جامعه سنتی هست و احساس شرمندگی میکنن و امی هم باعث میشه که اکثر بردها مشکل میداشته باشه اما مشکل با خانم ها رب میدن مینزن زن دوم و سیوم میگیرن یک بار خودش هم یک مداوا بسازن یک چک بکنن که آیا مشکل از ما هست یا هم از خانم هست یک موضوع دیگر هم از لحاظ اسلامی برتن اشاره کنم چون پیش که در برنامه به یک یکی از دوستای ما امرایشان صحبت کردم ببینید شما وقتی که مشکل چیز پیدا میکنین بیالودی پیدا میکنین از دید خود اسلام اگر شما میرین پیش دکتر دکتر به شما راه حل را نشان میده نه حرام است نه مشکل داره و نه این نیست که مثلا شما رو یک مرا دین اجازه یا اسلام مرا به خاطر از این این موارد نداده اجازه اگر شما فتن برای طرف زن گرفته میرین هم دق خود ظلم میکنین هم دق جنا مقابل و بسیاری از هم از می دوستای رفیقا و هموطنای ما زیاتر تقاضایشان است که باید خانه مثلا بچه باشه چون خسکن خداوند پروردگار ما و شما درجه مقام اولاد یکسان داده اگر دختر است اگر بچه هست اردوش خداوند به ما یکسان چیز داده و ای که مثلا بسیاری از مردم یک خانی طفل نمیشه که بچه شوه و میرن دیگه زن میگیرن خانی از اون دختر میشه بازی پس چیز میکنن نه که ولی یه تو بود تو بود نی اما چیز پاداش خداوند میده شما هر قدر که از لحاظ سایکولوژی خودتانه وجدانتانه از مسئولیت هایی که بالایتان مثلا هست ادا کنین شاید خداوند بدون از که شما دعا بکنین براتون طفل پسر بته یا مثلا طفل دختر بته بسیاری از مرداز خانه شنی دختر نمیشه دیگه از لحاظ اسلامی رفتن خود خانم ها و مردها پیش دا چیز دکتر سایبا به خاطر اولادی از لحاظ اسلامی هیچ نوع ممانیت نداره مشکل نداره و برند بدل لباس مشکل خانه بگن که دکتر صاحب هم امرویشان همکاری بکنه بله بدون شکی هم فتوای هست که راجع به صحت هست بله. و هر وقت که مربوط به صحت ما میشه از نگاه دین هیچ مشکل نداره دین خیلی آسانی ها داره اما مردم ما اورم قید ساختن بیشتر سخت میسازن نه شاید دین نباشه ای گناه از چطور و چنانه. عدم آگاهی به کمتر بوده به همین لحاظ مشکلات زیاد داره که دامنگیر افغانستان ما هست یکی ما ملاحایی داریم که اونا واقعا خواندن واقعا میفهمند که چی هست ولی بسیاری کسا افراد میکنند در خود دین چون دین اسلام دین متوسط است و در دین متوسط ما نمیتونیم که در دین خود دموکراسی را بیاریم یه را بیاریم و را بیاریم نی در هر چیزی که بیاید داخل دین ما برش یک جایگاه خاص مشخص شده پیش از اینکه مثلا شما یک کار را بکنین از لحاظ خود دین داخل یک چارچوب و چوکات به شما یک چیز ساخته شده تیار ضرورت نیست که هر طرف چیز کنند اگر کسایی که افراد میکنه در مسائل اسلامی هم و همین خودش باعث میشه چون عدم آگاهیشان پایین تر است دانششان پایین تر است زود که یک موضوع از فتوا میتن زود که یک موضوع را رب میتن مثلا من یک وقت شن کم باشه یک قسم سار کتا را میکنم یکی از دوستای ما پای شوگار شد بالاخره مجبور شده ما در پایش سیخ پرتیم و جگه جالبی بود که خود از او یکی از کسایی بود که همیشه دعوا میکرد امروی ما که محمود وقتی که دندان ایتو میشه وجود در وجود جسم اجنبی بیا نماز نمیشه اون نمیشه تغییرات میشه تغییرات خب ما بر از عملیات کردیم و پای سیخ تیر کردیم با دوزارش میدم گفتم ل... لالا جان ما میشه میگم گفتم لالا جان داله نماز چطور میکنی خود خود چیز شدی مشکل داری حالا خود غسلت هم نمیشه از لحاظ گپای که خود با ما میگفتی دیگه پای سیخ هست چطور میشه باز بعد از رفت تحقیق کرد. وقتی که تحقیق کرد خان دوباره پس آمد که نه مشکل نداره ترس و ترس دیگه تا ما در بسیاری موارد مجبور میشیم که بعض منرال را استفاده کنیم بعض دواهای را استفاده بکنیم و بعض از جسمای اجنبی را استفاده بکنیم برای مریضای ما تا صحت مند شوند بله. صحت مهمتر هست و همه از یک هم هست التوار و من التوان لدقاته اگر مربوط به بعض میشن از ما باید تر باشه اما به با دیگر اگر شبه چون آگاهی ندارن میخوان قید بسازه اونا را مختص بسازه چون فرض است صحت <applause> جنناکردن فرض است و هر کار که شما به خاطر از اینکه صحتمند باشین انجام میتین ولی با مشوره با یک داخل یک چوکات قانون اسلامی هیچ نوع مشکل نیست ولی اگر از چو... چوکات قانون اسلامی شما خارج میشین و بدون یک مشوره کار میکنین طبیعی است که مشکل پیدا بله بدون شک جهان سپاس دکتر صاحب در برنامه و شما هم تشکر میکنم که بیننده برنامه صبح جهان هستین یک وقفه خیلی کوتاه